سلام علیکم رفقا، حالتون چطوره؟ به پلیس خودتون خوش اومدید. امروز دوباره اومدیم همراه مادر عزیزم. میخوایم آقا یه ویدیو بریم که یه افغان داخل هندوستان اصلا قوقا به پا کرده، اصلا یه کاری کرده همه اینجوری پشماشو ریخته. این بار چی شده؟ نمیدونم، بعد ببینیم. اصلا یه ویدیو خیلی خفنی، خیلی دوست دارم، خودت هم دوست داری میدونم. حرف زیادی نمیزنیم بچه ها. اگر اولین باره که وارد چنل یوتیوب ما میشید، حتما حتما دکمه سابسکرایب بزنید. کانال ما اسمش هم این پایین میاد، فیسبوک اونم هست، میتونید اونجا ویدیو اون رو تماشا بکنید بدون معطلی. بریم سراغ ویدیو. ورینا حسین، دختر زیبای افغانستان، 4 سالی پیش با هنرنمایی فوق‌العاده خودش در یک فیلم سینمایی در کنار بزرگترین بازیگر سینمای بالیوود سلمان خان بالیوود آره سلمان خانه که یادتم بود اگه رفته بودیم یه ویدیو رفته بودیم که میگفتن سلمان خان و شاروخ خان در اصل افغانستانی هستن، افغان هستن. خیلی جالب بود به نظرم. یک فیلم سینمایی در کنار بزرگترین بازیگر سینمای بالیوود سلمان خان توانیست اولین بازیگر زن از کشور عزیز ما افغانستان باشد. افغانو؟ که در این سینما را آره ببین اصلا این گوهش نمیاد. بعد آره خیلی هم اصلا میگم دیگه کلن بازیگریو از کشور عزیز ما افغانستان باشد که در این سینما را پیدا کرده است و بعد از بازی کردن در این فیلم سینمایی نام ورینا حسین بر سر زبانها افتاد که بعد از حضور در چندین برنامه تلویزیونی در هندوستان از ورینا حسین در مورد زندگی شخصی، فعالیت هنری و اولین ارتباط با سلمان خان سوالات زیادی پرسیده شده است که در پاسخ ورینا حسین در مورد زندگی شخصی و دنیای هنری خودش همه چیز را بیان کرده است و حالا این بازیگر زیبا آه، یعنی اومدن ازش یه گزارش تهیه کردن که کلن زندگی شخصیشو گفته. حالا نمیدونم چه ویدیویی هم هست، اونو خیلی دوست دارم بدونم چون الان کلن دارن جالب میشه. هرچی بازیگرهای بالیوودیه که ما داریم داخل افغانستان میدیم در از همه شو افغان بودن. آره ولی خیلی آره. خوش کلم هست نگاه کن که در پاسخ ورینا حسین در مورد زندگی شخصی و دنیای هنری خودش همه چیز را بیان کرده است و حالا این بازیگر زیبا و افتخار افغانستان در سال 2022 دوباره در کنار سلمان خان و بازیگران. آه این فیلم رو من فکر کنم دیده بودم، نمیدونم تو دیدی یا نه. نه نه این فیلم رو من فکر کنم دیده باشم و حالا این بازیگر زیبا و افتخار افغانستان در سال 2022 دوباره در کنار سلمان خان و بازیگران هندوستان در چندین فیلم سینمایی حضور خواهد داشت که در ادامه ویدیو برای شما عزیزان زندگی شخصی و تمام فعالیت‌های هنری ورینا حسین را معرفی خواهیم کرد. پس اگر از طرفداران سینمای هندوستان هستین، ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کنید تا از جدیدترین اخبار و فیلم‌های بالیوود باخبر باشید. پس الان داره میگه، الان میخواد تو این ویدیو توضیح بده در مورد زندگی شخصیشون داره میگه دیگه. درست. پس این ویدیو مال خیلی وقت پیش از اینه. چطور؟ چون اون بازیگر هندی جوونیاشو داره نشون میده. نمیدونم. بعد چی چیز بود با خبر باشید. ورینا یا ورینا حسین در تاریخ 23 فوریه 1992 میلادی در کابل پایتخت افغانستان متولد شده. بچه کابل هم اهل کشور عراق و مادرش از دری زبانهای شهر کابل می باشد. ورینا حسین بعد از تمام شدن تحصیلاتش در آکادمی فیلم نیویورک فعالیت هنری خودش را با چندین موزیک ویدیو آغاز کرد و بعد از فعالیت در چندین موزیک ویدیو ورینا حسین وارد صنعت مدلینگ شد که با زیبایی و اندام فوق‌العاده خودش توانیست در صنعت مدلینگ جایگاه خوبی داشته باشد. یعنی اصلا اولش آره درس تموم کرد با چند تا موزیک ویدیو اومد بالا، بعدش هم وارد مدلینگ شد و دیگه بازیگر دیگه هیچی دیگه. خودش خیلی خوشگله. آره بهش اصلا من فکر نمی‌کردم اصلا افغان باشه، به خاطر همون در صنعت مدلینگ جایگاه خوبی داشته باشد و بعد از چندین ماه فعالیت در صنعت مدلینگ ورینا حسین از طرف چندین شرکت در هندوستان برای تبلیغات تلویزیونی انتخاب شد که بعد از حضور در چندین تبلیغات ورینا حسین در سال 2017 مورد توجه سلمان خان قرار گرفت
و از طریق تویتر با ورینا حسین ارتباط برقرار کرد و پیشنهاد داد که می تواند در فیلم جدیدش در نقش دختری فیلم در کنار شوهر خواهرش آیوش شارما حضور داشته باشد. ببین چقدر معروف شده که دیگه اومده سلمان خان بهش پیشنهاد داده که تو فیلمش هم بازی بکنه دیگه. آره شوهر خواهرش آیوش شارما حضور داشته باشد که بعد از هنرنمایی فوق‌العاده ورینا حسین در این فیلم سینمایی مورد توجه افراد زیادی در سراسر هندوستان قرار گرفت و سلمان خان چندین بار در فضای مجازی از زیبایی و چشمان خیره‌کننده ورینا حسین صحبت کرده بود که در فضای مجازی داستان‌های زیادی در مورد عشق و ازدواج سلمان خان منتشر شد. هیچ دیگه تا اومد دو تا تعریف کرد یه دفعه گفتن طرف عاشق شده دیگه نمیتونه کلا آره اینجوریه. رابطه جدی بین ورینا حسین و سلمان خان وجود نداشت که سلمان خان بعد از حضور در چندین برنامه تلویزیونی در مورد ورینا حسین بیان کرده است که ورینا حسین دختر زیبای افغانستان استعداد زیادی دارد و برای وارد شدن در دنیای سینما از استعداد خودش استفاده کرده است، نه از رابطه عاشقانه نه رابطه خانوادگی. در اصل استعدادش دیگه. خلاصه ورینا حسین بعد از هنرنمایی فوق‌العاده خودش در دو فیلم سینمایی در کنار سلمان خان طرفداران زیادی در سراسر هندوستان پیدا کرد و نام دختر زیبای افغانستانی با نام ورینا حسین در هندوستان بر سر زبان‌ها افتاد. اما سوالی که شاید در ذهن سرش با اون که حرفایی که زدم پشتش کار ندارم، ولی دیگه ببین خودشون اومدن گفتن دیگه، نه از طریق آشناییت نه از طریق چیزی، با کار خودش با پوشش کار خودش اومده بالا دیگه. اینجا سلمان خان خیلی جوونه نمیدونم آره دیگه قدیمیه اون کی چی در زبان ها افتاد. اما سوالی که شاید در ذهنتان وجود داشته باشد این است که ورینا حسین بعد از سال 2018 چرا دیگر فیلم بازی نکرده است و چرا فیلم های جدیدی ورینا حسین منتشر نمی شود. توجه داشته باشید ورینا حسین بعد از سال 2018 تا اکنون در موزیک ویدیوهای زیادی در هندوستان حضور داشته. همچنین ورینا حسین کمدین و رقصنده فوق‌العاده می باشد که در سال 2022 در چندین موزیک ویدیو و چند فیلم سینمایی حضور خواهد داشت و اولین فیلم سال 2022 که ورینا حسین در موزیک ویدیوی آن حضور دارد سینمایی گادفادر یا پدرخوانده می باشد. اینو باید بشم ببینم، اینو فایده نداره. سلمان خان توی یه فیلمی بازی که حالا ما نبینیم اصلا راه نداره. حضور دارد سینمایی گادفادر یا پدرخوانده می باشد که توسط سینمای تلگوی جنوب هند در ژانر اکشن ولی همینه فکر کنم اینو دیدم گادفادر چون مال سال 2022 همچون سلمان خان، نایانترا و ورینا حسین در موزیک ویدیو این فیلم اکشن و هیجانی حضور دارد و دومین فیلم سال 2020 اینو دیده بودیم این خیلی قشنگ بود. آقا بهتون پیشنهاد میکنیم اینو بشینید ببینید خیلی قشنگ حضور دارد و دومین فیلم سال 2022 که ورینا حسین در آن حضور خواهد داشت سینمایی بیم بی سارا می باشد که توسط سینمای تلگوی جنوب هندوستان ساخته شده و ورینا حسین در این فیلم اکشن و فانتزی حضور دارد. همچنین سوالاتی که ورینا حسین در این ویدیو جواب داده است و ای تک فرزند خانواده خودش می باشد و هیچ برادر یا خواهری ندارد. همچنین دارایی خالص ورینا حسین در سال 2022 7 کروڑ روپیه هند تخمین زده شده است. 7 کروڑ روپیه هند، 7 کروڑ هندوستان چقدر میشه نمیدونم. بچه ها اگه میدونید بگید. ولی نه دمش کم خدایی، من اصلا فکرشو نمیکردم که بخواد داخل چیزم بازی بکنه. من اصلا فکرشو نمیکردم داخل هندوستان مثلا بازی کرده باشه، اصلا فکر نمیکردم افغان باشه. تو این ویدیو آره در مورد من میگم سلمان خان بود، نگو بعد برعکس شد داستان. آره خیلی قشنگ بود بچه ها. امیدوارم بچه شما خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین این سب ویدیو رو حتما تو کانال برامون بنویسید، حتما ریاکشنشو میریم. خیلی عشقی تا ویدیو بعدی. بله. 27 hearts beat.